یکی از بزرگترین ایراداتی که میشه از بلاکچین های قدیمی گرفت مربوط به سرعت و قدرت پردازش تراکنش هاست. این مشکل از وقتی که توجه های بیشتری به سمت ارزهای دیجیتال و خرید ارز دیجیتال منعطف شد، بیشتر از قبل خود نمایی کرد. هارمونی یکی از پروژه هاییه که برای حل این مشکل تلاش میکنه. این پروژه یه توکن بومی هم داره که با اسم ارز وان شناخته میشه. هارمونی چیزی نیست جز یک پلتفرم بلاکچین که به منظور حمایت از توسعه و استفاده از برنامه‌های کاربردی غیر متمرکز مختلف طراحی شده. این پروژه رمزنگاری توسط استفان تسه که همچنین مسئولیت مدیریت اجرایی این پلتفرم رو به عهده داره راه اندازی شده. میلیونر شایی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره پروژه هارمونی و دلایل رشد اون صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. پروژه هارمونی چیست؟ پروژه ارز دیجیتال هارمونی در ماه می سال 2019 به شکل عرضه اولیه صرافی و در صرافی بایننس به بازار عرضه شد. پروژه ارز دیجیتال هارمونی یک پلتفرم بلاکچینی غیر متمرکزه و به عنوان پلی بین مقیاس پذیری و تمرکز زدایی عمل میکنه. توسعه این پروژه با شعار تمرکز زدایی در مقیاس و با تمرکز بر انتقال داده و ایجاد بازارهایی برای توکن‌های قابل تعویض و غیر قابل تعویض صورت گرفته. نکته حائز اهمیت در خصوص پلتفرم هارمونی اینه که به راحتی میتونه توسط توسعه دهندگانی که در زمینه راه اندازی برنامه‌های غیر متمرکز کار میکنن مورد استفاده قرار بگیره. بلاکچین هارمونی مشکلات و چالش هایی که اغلب شبکه اتریوم با اون روبرو میشه رو با کمک بلاکچین مبتنی بر مکانیزم شاردینگ حل میکنه. مکانیزمی که با استفاده از یک الگوریتم اجماع که در نوع خود بی نظیره کار میکنه. پروتکل اجماع هارمونی از شاردینگ دستورالعمل های چندگامی برای موازی سازی پردازش فرایندها استفاده میکنه. این کار به ما کمک میکنه تأخیر ارتباطات رو کنترل کنیم و توان عملیاتی شبکه رو با بزرگتر شدن شبکه حفظ کنیم. برای ساخت توکن در شبکه هارمونی درست مثل اتریوم که توکن‌های توسعه یافته بر روی اون دارای استانداردهای متفاوتی مثل ERC-20 برای توکن‌های ابزاری و ERC-721 برای توکن‌های غیر مثلی و یا همون NFT، بلاکچین هارمونی هم از این دو استاندارد استفاده کرده و توکن های HRC20 و HRC721 خودش رو توسعه داده. دلایل رشد قیمت توکن پروژه هارمونی. بنیاد هارمونی در تاریخ 9 سپتامبر اعلام کرد که یه صندوق 300 میلیون دلاری رو با هدف سرمایه گذاری در توسعه اکوسیستم خود راه اندازی کرده و به نظر میرسه که این موضوع یکی از اصلی ترین دلایل رشد قیمت هارمونی در 2 ماه گذشته است. مسئولان هارمونی گفتن هدف از راه اندازی این صندوق تأمین مالی 10,000 تن از بنیانگذاران، توسعه دهندگان و طراحان پروژه‌های مرتبط با ارز دیجیتال تا بتونن از این طریق اکوسیستم هارمونی رو گسترش بدن و قوی‌تر کنن. یکی دیگه از دلایل رشد اخیر قیمت هارمونی برگزاری کنفرانس وان ورلد در شهر لیسبون بود. این کنفرانس با هدف معرفی قابلیت‌های شبکه هارمونی به مخاطبان عمومی و جذب توسعه دهندگان جدید برای اکوسیستم این ارز دیجیتال برگزار شده. 4. تقویت لایتنینگ. تپروت تراکنش‌های شبکه لایتنینگ را ارزان‌تر، انعطاف‌پذیرتر و خصوصی‌تر می‌کنه. شبکه لایتنینگ یه راهکار در لایه دومه که پرداخت‌های سریع‌تر و مقیاس‌پذیرتر رو که به صورت دوره‌ای
در بلاکچین بیتکوین جمع میشن امکان پذیر میکنه. همچنین امنیت بیتکوین رو در عین تقویت سرعت و توان عملیاتی افزایش میده. به نظر شما پروژه های لایه دومی مثل هارمونی میتونن به ساختار و شبکه اتریوم برای مقیاس پذیرتر شدن کمک کنن؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.